سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز در کلاس 10 تایی در مورد ترسناک ترین لحظات یا بازی های غیر ترسناک آماده کردم. از نظر من لحظات ترسناک یا بازی های معمولی که در ژانر وحشت قرار نمی گیرن تأثیر خیلی بیشتری داره. این لحظات منو خیلی بیشتر می ترسونن. ما امروز قراره به 10 تا از این لحظات اشاره بکنیم. شماره 10، دراکنگارد 2. درسته که دراکنگارد برای مخاطبین غربی هم عرضه میشه، اما بیشتر طرفدارای اون مربوط به کشور سازندش یعنی ژاپن میشن. این بازی در ژانر اکشن آر پی جی قرار میگیره و خب اصلا ترسناک نیست، اما توی قسمت دوم اون یکی از عجیب ترین و در این حال ترسناک ترین پایان های ممکن وجود داره. میدونید چه چیزی میتونه ما رو خیلی بترسونه؟ بچه‌هایی که واقعا ترسناک باشن. و خب تا دلتون بخواد توی این پایان میتونید این بچه‌های عجیب و غریب و واقعا ترسناک رو ببینید که دارن توی آسمون پرواز میکنن، به صورت خیلی وحشتناکی میخندن و از اون گذشته فرود میان و کاراکترها رو میخورند. درسته که کلن داستانهای ژاپنی خیلی عجیب و غریب میتونن باشن، اما این قضیه نسبت به خود داستانهای ژاپنی هم واقعا یک لول دیگه محسوب میشه، به طوری که حتی کاربرای ژاپنی هم از اون ابراز ترس کردند. شماره 9، کویک 4. وقتی اسم کویک به گوش شما برسه قطعا یاد یک بازی شوتر فست پیس میافتید. این بازی تا اونجایی که توی خاطر ما وجود داره اصلا ترسناک نیست. این بازی فقط مربوط به تیراندازی میشه، اما خب همچین چیزی رو انصافا نمیشه راجع به نسخه 4 این بازی گفت، چرا که یکی از ترسناک ترین و در این حال چندش ترین و حال به همزن ترین لحظات ممکن داخل اون شکل میگیره. توی اون بازی شما با یک سری موجود فضایی به اسم استراگ ها مبارزه میکنید، موجوداتی که نصفشون انسانه و نصفشون یه حالت سایبورگ داره. خب متاسفانه قسمتی وجود داره که کارکتر اصلی یعنی کسی که شما کنترلش میکنید و تبدیل میکنن به یک استراگ. چطوری؟ با تیکه تیکه کردن بدنتون و بعد قرار دادن یک سری اجسام فلزی و تجهیزات الکتریکی. این صحنه واقعا یکی از ترسناک ترین چیزایی که شما میتونید توی کویک تجربه بکنید. شماره 8، هیوی رین. هیوی رین یک بازی اینتراکتیوه. اونقدر چیز خاصی در مورد ترسناک بودن راجبش وجود نداره. داستانش جالبه. توی اون شما دنبال قاتل اوریگامی میگردید و کاراکترتون برای اینکه بتونه پسرش رو نجات بده باید یک سری آزمایشی که قاتل اوریگامی در برابرش قرار میده رو انجام بده. خب یکی از این آزمایش ها واقعا چیز وحشتناک و عجیب و غریبیه. اون از شما میخواد تا انگشت خودتون رو قطع بکنید و اگر شما میخواید پسر خودتون رو نجات بدید باید این کار رو انجام بدید. این صحنه هم میتونه ترسناک باشه و هم اینکه استرس زیادی رو به شما وارد بکنه، مخصوصا اینکه عکس اون دکمه رو هی شما با سرعت زیاد میتونید ببینید. قطع کردن انگشت دست حتی توی بازی‌های ویدیویی هم چیزیه که موقع خواب سراغتون میاد. شماره 7، هیتمن کانترکت. همون اول بازی هیتمن کانترکت ما ایجنت 47 رو میبینیم که میفته زمین و انگار مرده، اما خب همچین چیزی نیست. وقتی که اون بیهوشه یک سری از ماموریت‌های گذشته خودشو به خاطر میاره. انصافا یکی از این فلشبک ها واقعا ترسناک و کریپیه، چرا که توی اون ماموریت شما به یک کارخونه یک گوشت میرید که توش پارتی گرفتن. علی‌رغم اینکه شما افراد واقعا عجیب و غریب رو میبینید که به نظر دیوونه میان، اون قطعه قطعه کردن گوشت ها هم منظره جالبی نداره. تازه یکم شک وجود داره که آیا اونا واقعا گوشت حیوان هستن یا نه. شما توی این مرحله ماموریت دارید این آدم چاق رو بکشید، کسی که دختر مشتری شما رو دزدیده و حالا شما باید اون دختره رو پیدا بکنید. متاسفانه بعد از اینکه ترتیب این موجود عجیب و غریب با اون ساتورش رو دادید متوجه میشید که دختر بیچاره رو کشتن، دستش رو قطع کردن و قرار بوده ازش به عنوان یک غذا استفاده بکنند. شماره 6، هیلو کامبت ایوال. یکی از دشمنایی که توی هیلو ما بارها باشون مبارزه کردیم فلات هستن. شاید الان فلات شما را نترسونه، اما زمانی که برای اولین بار توی بازی هیلو کامبت ایوال با اونا مواجه شدیم واقعا صحنه ترسناکی بود، مخصوصا خود همون بازی اولیا، نه نسخه‌ای که گرفته بودن اونو ریمستر کرده بودن. هیلو کامبت ایوال یک فرست پرسن شوتر بود. شما اصلا انتظار نداشتید که توش المان‌های ترسناک ببینید، اما همه اینا یک جا تموم میشه.
جایی که شما میتونید چیپ یکی از سربازایی که کشته شده رو توی هلمت خودتون قرار بدید و بعد ببینید که چه بلایی سر اون گردان اومده. اونا وارد این اتاق شدن و بعد یک سری موجود عجیب و غریب که بهشون فلات گفته میشه بهشون حمله میکنن. یه سری انگل که اونا رو به صورت کامل جذب خودشون میکنن و در نتیجه همه اون سربازا تبدیل میشن به بخشی از فلات. شماره 5، متال گیر سالید 3. خب همه میدونیم که هیدو کوجیما خیلی خیلی از بازی‌های ترسناک خوشش میاد. نه حتی قرار بود بازی سایلنت هیل هم کارگردانی بکنه. به همین دلیلی که توی بازی‌های متال گیر سالید هم بخش‌های ترسناک زیادی وجود داره. از جمله یکی از باحال‌ترین اونا که هیچ وقت نمیتونم فراموشش بکنم مربوط به بازی متال گیر سالید 3 میشه. جایی که شما در برابر سارا قرار میگیرید. یک باس فایت به معنای واقعی به یاد موندنی. شما قبل از اینکه به سارا برسید باید از این رودخونه عبور بکنید. یه رودخونه که شما را یاد رودخونه استیکس در یونان باستان میندازه. چرا که وقتی شما از داخل اون رودخونه با اون مه و صداهای عجیب و غریب رد میشید میتونید یک سری روح ببینید. روح کسایی که شما تا اون لحظه در بازی کشتید به علاوه روح اون بازها. وقتی که از کنار اونا عبور میکنید روحها شما را مسئول مرگ خودشون میدونن و میگن که خانواده داشتن. اونا اسنیک رو مسئول نمیدونن ها، شما کارکتری که اسنیک رو کنترل میکردید مسئول هستید. خیلی جاها میتونستید اون بدبختا رو نکشید و فقط از کنارشون عبور بکنید، اما انتخاب کردید که بکشیدشون، کسایی که شاید خانواده داشتن. شماره 4، Legend of Zelda Ocarina of Time. همه فکر میکنن که بازی Legend of Zelda یک فرانچایز بچگونه است، فرانچایزی که به درد همه سنین میخوره، اما باور کنید اصلا اینطوری نیست. بخشای ترسناک خیلی زیادی مخصوصا توی بازی‌های قدیمی‌تر لجند آف زلدا به چشم می‌خوره. از جمله یکی از این صحنه‌های وحشتناک میتونم به آکرینا آف تایم اشاره بکنم. جایی که شما به روستای کاکوریا رفتید و بعد میرید به اعماق چاه یا باتم آف د ویل. اونجا میفهمید که وارد یک زندان باستانی شدید، جایی که زندانی‌ها رو به بدترین شکل ممکن شکنجه می‌دادن. شما میتونید همه این لوازم شکنجه رو اونجا ببینید. اسکلت زندانی‌هایی که اونجا کشته شدن و از اون گذشته روح ارواحی که هنوز اونجا زندانی هستند. اما چیزی که به نظر من از همه اینا بدتره مربوط به بخشی میشه که شما با دشمنی واقعاً ترسناکی توی این مرحله مبارزه می‌کنید. دشمنی به اسم دد هند یا دست مرده که ظاهرشون دقیقاً به اندازه اسمشون ترسناکه. شماره 3، Thief Deadly Shadow. یه زمان بود که از فرانچایز Thief به عنوان بهترین بازی مخفی کاری یاد میکردن. اکثر مراحل این بازی توی شب انجام میشه. خب معمولاً شما به قصر و یا خونه های خاصی دستبرد میزنید. هیچ وقت ازتون نمیخوان به جایی ترسناک و عجیب و غریب برید. متاسفانه توی Deadly Shadow یه مأموریت وجود داره به اسم Shellbreach's Cradle که خب اسم یک محوطه واقعا ترسناکه. اینجا قبلا یک یتیم خونه بوده ولی بعدن تبدیل شده به یک بیمارستان روانی همراه با یتیم خونه. متاسفانه آزمایش‌های انسانی به شدت وحشتناکی توی این ساختمون‌ها انجام شده. شما میتونید نتیجه این آزمایش‌های انسانی رو که بیشتر شبیه حالت‌های زامبی طور هستن داخل این مرحله ببینید. اونا تا جایی که امکان داره دنبالتون میان و حسابی ترسناک هستن. فضا واقعا سنگینه و موزیک خیلی پرتنشی هم پخش میشه. اما از همه اینا بدتر میدونید چیه؟ اینکه تنها راه در رفتن از این مرحله و نجات پیدا کردن اینه که از پنجره بپرید بیرون و مرگ خودتون رو شبیه سازی بکنید. شماره 2، Mass Effect 2. برای بازی Mass Effect 2 یه DLC خیلی جالب عرضه شده بود به اسم Overlord که البته اگر شما نسخه ریمستر شده اون خریداری کرده باشید این DLC بخشی از بازی بود. اتفاقاتی که داخل Overlord میفته واقعا ترسناکه. شما اونجا با یه دانشمند به اسم Gavin Archer آشنا میشید. اون به شما توضیح میده که هدف از پروژه Overlord چی بوده. ظاهراً سربروس بعد از اینکه فهمیده بود سرن کاراکتر منفی اصلی بازی اول گت‌ها رو با مغز خودش کنترل می‌کرده، تصمیم گرفت راهی پیدا بکنن تا بتونن گت‌ها رو کنترل بکنن و اینطوری به این جنگ پایان بدن. اما همونطور که میشه حدس زد اتفاقات به نحوی دلخواه رخ نمیده. چرا که برادر دکتر گوین آرچر یعنی دیوید آرچر سعی میکنه خودشو به گت‌ها انتقال بده، اما VI قدرتمندتر از این حرفاست و میتونه همه کارکنان اونجا رو بکشه و از همه اینا بدتر دیوید آرچر رو گیر بندازه. حالا وقتی که شما بالاخره میتونید خودتون رو به دیوید آرچر برسونید این صحنه خیلی ترسناک و عجیب و غریب رو میبینید.
جایی که اون به صورت کامل به یک سری لوله چسبیده. از همه اینا بدتر، چشماش 24 ساعت شبانه روز باید باز باشن. شماره 1، Earthbound. Earthbound یکی از بهترین بازی‌های RPG که تا حالا ساخته شده. وقتی شما به آرت استایل اون نگاه می‌کنید، به خودتون میگید عمرن چیزی داخل این بازی وجود داشته باشه که بتونه منو بترسونه. یا خب باید بهتون بگم اگر شما بتونید تا قسمت آخر صبر بکنید، این حرف خودتون پس میگیرید. چرا که باس آخر اون بازی موجودی به اسم گایگاسه که شما میتونید ببینید عجب ظاهر ترسناک و عجیب و غریبی داره. البته سازنده بازی گفته که گایگاس به صورت خیلی نزدیکی به جرایمی مثل قتل و تجاوز در ارتباطه. خب وقتی شما همچین چیزایی رو در نظر میگیرید، اونقدر جای شک نیست که این موجود رو انقدر ترسناک و عجیب و غریب نشون بدن. اما چیزی که بیشتر از همه باعث میشه شما از اون بترسید اینه که به هیچ عنوان انتظار نداشتید توی همچین بازی باهاش رو در رو بشید. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما مرحله ترسناک دیگه میشناختید که توی بازی‌های غیر ترسناک حضور داشته؟ اگه توی کامنت ها با هم به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.